بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اول پیش گفتار پنج باب است کتاب توحید برای چی؟ برای این کتاب پیش گفتار ذکر نکرده است یکم از بعض نسخبرداران ساقط شده است پس در بعض نسخه ها بسم الله و الحمدلله و صلات به پیامبر صلی الله علیه وسلم است دوم به ترجمه اکتفا کرد چرا که آن عنوان بر موضوع کتاب و آن توحید است می باشد سوم او به امام بخاری رحمه الله اقتدا کرده است وقتی که برای کتابش پیش گفتار ننویست و خواست که مردم را به قرآن و سنت متعلق سازد چهارم پنج باب اول کتاب به مانند پیش گفتار است تعریف توحید در لغت مستری وحد الشی هرگاه آن را اکتا شمارد در شریعت یگانه دانستن الله و آن چیزی که خاص روست از ربوبیت و الوهیت و نام ها و صفت ها توحید ربوبیت یگانه دانستن الله تعالی در آفریدن ملک و اداره کردن یا الله تعالی را فعلهایش یگانه دانستن است دوم توحید الوهیت یعنی عبودیت الله تعالی را در عبادت یکه دانستن یا در فعلهای بندگان سوم توحید اسما و صفات ها یگانه دانستن الله تعالی به آن چیزی که خودش را در کتابش یا با زبان رسول صلی الله علیه وسلم نامید و وصف کرد و این به اثبات آن چیزی که برای نفسش اثبات کرد و نفی آن چیزی که از نفسش نفی کرده است بی تحریف و بی تعطیل و بی کیفیت و بی مانندگی است عملها به توحید قبول نمی شود و آفریده شدیم تا یگانه بپرستیم و جنت تنها یک تا پرست داخل می شود و دعوت انبیاء علیه السلام و تحقیق آن مانی و واقع شدنی هر شرک است و آن سبب بسیار شدنی نیکی هاست عبادت به دو چیز گفته می شود یکم عمل کننده عبادت کردن به معنای برای الله و اجرای عملهایش مدور شدن از نهی کرده هایش از روی محبت و تعظیم فروتنی کردن است دوم عمل به آن عبادت شده پس آن اسم جامع برای هر چیزی از گفتار و کردار ظاهری و باطنی که الله آن را دوست می دارد و از آن راضی می شود می باشد سخن ابن تیمیه رحمه الله یکم باب اندر واجب بودن توحید مؤلف رحمه الله برای این باب باب گذاری نکرده است تا مردم را به قرآن و سنت متعلق سازد و دلیل هایی که ذکر کرده است بر واجب بودن توحید دلالت میکند پس ممکن است که آن باب را اندر واجب بودن توحید نام گذاریم دلیل یکم و فرموده الله تعالی و جن و انس را نآفریدم مگر اینکه مرا بپرستند مرا بپرستند مرا یگانه بپرستند یا برای من از روی ادای امرها و ترک حرام کرده ها به طاعت فروتنی کنند هر عبادتی که در قرآن است معنای آن توحید است این قول ابن عباس رضی الله عنهما است معنای آیت من جن و انس را برای چیز جز عبادت نآفریدم دلیل دوم و فرموده او تعالی و البته ما در میان هر امت پیامبر فرستادیم که الله را پرستید و از طاغوت دوری کنید این آیت به سه تاکید کننده تاکید کرده شده است یکم قسم تقدیر شده دویم به حرف لام سوم به حرف قد در این آیت اجتماع رسولان علیه السلام بر دعوت کردن به سوی توحید است و اینکه الله تعالی آنها را به خاطر توحید فرستاده است کلمه امت در قرآن بر چهار معنا آمده است یکم طایفه همان گونه که در آیت آمده است دوم امام براستی ابراهیم به تنهایی امتی بود فرمانبرداری الله خالی از انحراف بود سوم ملت یعنی دین آیین بلکه میگویند ما پدران خود را بر آیین یافتیم چهارم زمان و یکی از آن دو نفر که نجات یافته بود بعد از زمان یوسف را به یاد آورد و از طاغوت دوری نمایید
یعنی از طاغوت دور شوید و این ترس که شما در یک طرف باشید و آن در یک طرف. و جامعه ترین تعریفی که اوید طاغوت گفته شده است اون چیزی که ابن قیم رحمه الله ذکر کرده است که اون چیزی است که بنده به سبب آن از حدش میگذرد، یعنی از مطبوع یا معبود یا متاع و مرادش کسی است که به آن راضی باشد است. یکم مطبوع مانند کاهنان، جادوگران و علمان بد. دوم معبود مانند بتها. سوم متاع مانند امیران که از طاعت الله خارج شوندند. دلالت آیت بر توحید این است که بتها از جمله طاغوت هاست که به جز الله پرستیده می شود. توحید کامل نمی شود مگر به دو اساس. آن دو اساس نفی و اثبات است. چرا که نفی محض صاف بکار کردن است و اثبات محض از شریکی معنی نمی کند. مثل این که زید قائم است و ثابت بودن قیام برای زید دلالت می کند. لیکن دلالت نمی کند که تنها زید قائم است و یکان نفر قائم نمی باشد، این نفی محض است. اما کسی جز زید قائم نمی باشد، پس این تنها برای زید قائم بودن را اثبات می کند، چرا که شامل نفی و اثبات است. حکمت از فرستادن رسولان. یکم برپا کردن حجت. پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از آمدن این پیامبران برای مردم بر الله حجتی نباشد. دوم رحمت. ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای عالمیان. سوم بیان راهی و سوننده به سوی الله تعالی. دلیل سیوم و فرموده او تعالی و پروردگارن چنان دستور داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، حتی به آنها اوف کلمه کمترین رنجاور را نگو و بر سر آنها فریاد نزن و به نیکی به آنها سخن بگو. جز او را نپرستید. این همین توحید است. برای نفی و اثبات را در بر گرفتنش. دستور الله دو قسم است. یکم دستور شرعی، دوم دستور کونی. دستور شرعی در چیزهایی که الله دوست می دارد می باشد. واقع شدن و نشودن است. دوام می باشد. پروردگار چنین دستور داد که جز او را نپرستید. پس قضا و معنای شرع نمود یا وصیت کرده می باشد. دستور کونی در چیزهایی که الله دوست می دارد و دوست نمی دارد می باشد. واقع شدنش حتمی است. و ببن اسرائیل در کتاب تورات وحی کردیم که دو بار در زمین فساد خواهد کرد و فساد را الله شهر نگردانیده است و آن را دوست نمی دارد. چگونه الله چیزی را که دوست نمی دارد به آن دستور می دهد؟ چیزی که به خاطر غیرش دوست داشته می شود گاه خودش ناپسند می باشد، ولیکن به خاطر حکمت و مصلحتی که در آن است دوست داشته می شود. پس از یک جهت محبوب و از جهت دیگر غیر محبوب می باشد. مثل این در زمین فساد کردن بنی اسرائیل در نزد الله مکروه می باشد، چرا که الله فساد و فسادکاران را دوست نمی دارد، ولیکن برای شامل شدنش حکمتی را از جهت دیگر در نزد الله محبوب می باشد و از جمله این قحطی، خشکسالی، بیماری و فقیری می باشد. محبوب دو قسم می باشد. یکم به ذاتش محبوب می باشد و آن الله تعالی. دوم برای غیرش محبوب است، مانند دواکی برای دواگی محبوب است.